تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن هستیم، هر آیه رو چند دقیقه فشرده تفسیر کنیم. جزء سوم سوره آل عمران آیه 86 با هم بشنویم. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات والله لا یهدی القوم الظالمین. چگونه خداوند هدایت کند گروهی را که بعد از ایمان و گواهی بر حقانیت پیغمبر و آمدن معجزات و دلائل روشن باز هم کافر شدند. خداوند گروه ستمکار را هدایت نمی کنه. قرآن یک کیفه یهدی الله قوما، دیگه خدا چه کنه به اینها، اینهایی که کفروا بعد ایمانه هم. اینا ارتجاع، تو قرآن آیاتی داریم که افراد مرتجعن، یعنی سیر قهقرایی میکنن، یعنی به عقب برمیگردن. آمن و ثم کفرو، ایمان داشت کافر شد بعد عاقبت شد. ثم تولیتم، اومده بود تو راه تولیتم پشت کرد. ثم تخصم الاس، خداپرست بود رفت سراغ بوسل سامری. که انسان بعد عاقبت خیلی مهمه. حضرت یوسف تو چا افتاد یه دعا کرد، تو زندان یه دعا کرد، وقتی پادشاه شد یه دعا کرد. دعای زمان پادشاهیشی بود توفنی مسلما، خدای مسلمو بمیرم. ممکنه حکومت من رو بیدین کنه، ممکنه پست و مقام و بستگان انسان رو بیدین کنه. اگر کسی بعد از آنی که شهدو ان الرسول حق، به قول این آیه 86 میفرماد شهدو ان الرسول حق، شاهد بودن با تمام وجود فهمیدن پیغمبر حقه. و جا اهم البینات، انواع دلائل روشن برشون آمد، معجزه دیدن، دلائل روشن دیدن. اما در این حال با اینکه شهد و ان الرسول حق و جا اهم البینات، شاهد بر حقانیت بودن، گواه بر حقانیت بودن، معجزات دیدن، اما کفرو. و خدا فرمود کیف یهدی الله قوما کفرو، ای آدمای اینقدر لجباز را چطور خدا اینا هدایت کنه؟ به هر حال هرچه دلائل هدایت بیشتر باشه، روشن‌تر باشه، کفر و بی‌اعتنایی‌اش خطرناک‌تره. میگه کیفه یهدی، آخرش میگه والله لا یهدی. اول آیه میگه کیفه یهدی، آخر میگه والله لا یهدی. چگونه خدا هدایت کنه؟ خدا اینا رو هدایت نمی‌کنه. دو دفعه گفته اینا قابل هدایت نیستن. چرا؟ برای که شهدو جاءهم البینات، انواع معجزه رو دیدن، حقانیت و شاهد بودن، گواه بودن، با چشم خودشون دیدن. این همی که قصه روشن شد دیگه کیفر سخته. ایمان اولیه کافی نیست، حسن عاقبت مهمه، چون خطر ارتداد هست. اگر کسی ایمان داره نگه الحمدلله ایمان دارم، بگه الحمدلله ایمان دارم، ولی دغدغه داشته باشه. امیرالمؤمنین وقتی خبر شهادت رو از پیغمبر شنید فرمود افی سلامت من دینی، اون لحظه که شهید بشم دین دارم یا بیدینم. حضرت امیر در بعضی از جبهه‌ها شمشیر یه نفر گرفت، گفت با این شمشیر چقدر به اسلام خدمت کردی، چرا بعد عاقبت شدی؟ تو که از یاران پیغمبر اسلام بودی، چرا بعد عاقبت شدی؟ مگر مردم کوفه 18,000 نفر با مسلم بیعت نگردن صبح غروب مسلم رو تنها گذاشتن؟ مگه هزارها نامه دعوت برای امام حسین نیومد؟ امام حسین تنها گذاشتن کربلا. خیلی وقتا انسان یه صحنه پیش میاد بر میگرده، بعد عاقبت میشه، کمون که افرادی خوش عاقبت میشن. به حال ایمان کافی نیست، ایمان اولیه، باید ایمان تداوم داشته باشه. ممکن انسان بعد عاقبت بشه، مرتد بشه. گروهی از مسلمان‌ها زمان خود پیغمبر مرتد شدن، چون فرمود کفر و بعد ایمانه. و این آیه مربوط به زمان پیغمبر بوده. کفر و بعد ایمانه یعنی زمان خود پیغمبر ادعی مرتد شدن، ریزش داشتن. نگن آقا مثلا بعضی ها از انقلاب، از جمهوری اسلامی، از نمیدونم فلان عالم فلان برگشتن، از پیغمبر هم برگشتن. همیشه دین ما هم ریزش داشته هم رویش داشته. ادعی یدخلون فی دین الله افواجا، ادعی هم کفر و بعد ایمانه، ادهی داخل در دین میشن، ادهی از دین خارج میشن. خب پشت کردن به حق و منطق و عقل
پشت کردن به رسول و بیان ظلمه، چون خدا فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین. اینها ظلم میکنن به خودشون، به مکتب، به پیغمبر، به امت ظلم میکنن. و سنت خدا اینه که ظالمین رو هدایت نکنه. خب توبه و بازگشت بره مرتد مشکله، چون فرمود کفر و بعد ایمان هم والله لا یهدی القوم الکافرین. البته مرتد هم میتونه توبه کنه، اما یه کیفه یهدی الله دیگه، این که مرتد شد دیگه خدا چه کنه؟ والله لا یهدی. خدا یا تو به حق محمد و آل محمد صدها میلیون منحرف رو کره زمینه وسیله هدایت همشون رو فراهم کن، و تو به حق محمد و آل محمد همه اینا که هدایت شدن از هر رقم ارتداد و از هر رقم انحرافی همشون رو بره همیشه حفظ کن، ما رو هم حفظ کن. این آیه 86 رو رد شیم، بریم سراغ آیه 87 از سوره آل عمران. و السلام علیکم و رحمت.